بریم یه فتنه رو پا کنیم ببینیم چی میشه. مخلص همه فتنه گرا هم هستیم. آقا بشینید که بسیجی‌ها دارن میان. بشینید دارم طبیعی. مغولا اومدن. اینا اینجا چیکار میکنن؟ چی رو میخوای بزنی؟ ملق بزنی؟ تو متوجهی داری چیکار میکنی؟ ده اگه متوجه بود که اینجا نبود. راست میگه دیگه، ما متوجه نیستیم. ما یه مش فریب خورده ایم، بازیچه دست استکبار جهانی. بچه ها پشت این برگه های امتحانیتون ندامتنامهاتون رو بنویسین، ایشون بدیم بهشون ببره. داداش حالا اومدی ما رو دستگیر کنی؟ آره، تا الان صبر کردم، گفتم خودت برمیگردی و راتو پیدا میکنی. بابا این که دیگه این همه داد و بیداد نداره که، اگه بس برگشتن باشون داخل بیا برگردم برات. حله مشکلی نه برگشتن حله. تا الان حرمت ما رو نگه نداشتید، دم نزدیم، ولی دیگه تموم شد. فردا روز انتخابه. گذشته هر کی هر چی بوده دیگه مهم نیست. مهم اینه که فردا نشون بده کدوم طرف. ببن بابا دهنتو، اینجا دانشگاه مسجد که نی. تو هم ببن دهنتو بابا، اینجا دانشگاه طویله مجلس که نیستش که. شما کی هستید خودتون رو جای دانشجو جا زدین؟ تو مربوط نیست. چی شو؟ هر وقت گفتم جسد خودتو بنده وسط. یکی وقتی سر فتنه اینجا هست دماغش که نمیاد اینجوری حرف بزنه وسط این ویری که ما فرزندان دولیر و برومند مقام عظمای ولایت هستیم که تو این فیلم خودمون رو جای دانشجو جا زدیم. امیدوارم حرفم گوش بدی و حسابت از اینا جدا کنی. ببین همشیره، درسته شما هم جای ما هستی، ولی با توجه به فرمایش مقام معظم بحث تفکیک جنسیتی فراموش نشه. هر موقع میخوای بیای تو در میزنی، فهمیدی یا نه؟ اوه، I'm very sorry. چی شو؟ انگلیسی هم صحبت میکنی؟ از MI6 یاد گرفتی؟ بعد چی گفتی؟ I'm very sorry. چی هسته؟ بچه بری محله ساری هسته؟ گت بچه؟ بعد چجوری ما برادر خواهریم؟ تو بچه ساری هستی؟ من بچه گرگان؟ حالا فرمایش اومدیم منو عذرگیری کنی برای دشمنای نظام؟ میخوام عکسای شلوغی امروز رو بذارم رو نت. دو ساعته نتونستم از یه عکس آب کنم. اه؟ مگه تو اینترنت کوره داره که عکس آب کنن؟ به جای آب بازی بیا یه دونه خود برای مقام معظم آب کن. بدبخت آب لمبو شده. چشم آقا بزرگ، مستفیض شدیم از فرمایشتون. ببین فتنه‌گر، کجا داری فرار میکنی؟ ببین اگه میخوای بری تو دامن استکبار آبجی من باشی لوت میدم. حالا چه؟ بیا ببین چون ناراحت میشی حالا. نه. سلام و زهر مار. این چرا مقام عظما زنگ زد جوابشو ندی؟ کار داشتم، متوجه نشدم. چرا دروغ میگی؟ چطور وقتی آقای رفسنجانی زنگ میزنه کار نداری؟ بصیرتت کجا رفته؟ اومدی اینجا بگی من دروغ میگم. اوکی دیگه فتنه پرور بدبخت، مقام عظمای ولایت برای اینکه به دامان ولایت برگردی برات گل فرستاده. برو پرپرش کن برای جوونایی که دارن پرپر میشن. ماست خورده، گل کاکتوس فرستاده، نمیشه پرپرش کرد که. بعدش هم این خون مقام عظماست که داره پرپر میشه، نه جوونا. خب منظورت یه جور بگو منم بفهمم. من یه فتنه‌گر اینقدر نفهم نیده بودم. آه منظورم یه کسی سگ از فتنه میترسه. چرا فکر میکنید راه شما درسته؟ چون نون توشه دیگه. بعد بقیه تظاهرات نویده شرکت میکنید، دو تا ساندویچ میزنید با دو تا کیک بده. حالا شما تو تظاهرات میکنین استکبار و MI6 و همه اینا، یه آدم سواد کنکی براتون میفرستن؟ چرا فکر میکنین فقط شما این که میفهمین و بقیه هیچ حالیشون نیست؟ چرا فکر میکنین سهم بیشتری تو مملکت دارین؟ ما هم خفه کردیم ما رو فکر میکنیم. والا ما اصلا فکر نمیکنیم، هیچی هم نمیفهمیم. اصلا به همین خاطر بسیجی شدیم. سهم امام هم به همین خاطر بهمون تعلق گرفته. شما هم اگه میخوای مستفیض بشی راهش همینه که فکر نکنی، هیچی هم نفهمی. میخوای بخوا، نمیخوای من رفتم خونه یه آقا مشتبا این نا. خدا بس. خیلی مصنوعی بود بابا، اصلا ضایع کردی بازی ما رو خراب کردی. مرا به عشقای نفسگیر عاشقان بستند، مرا به جلجتا. آسته میری آسته میایی که گربه شاخت نزنه. عجب داستانیه. اون از اون خواهر فتنه پرورمون، این هم از این مادر جاسوس مسلکمون، اون هم از این گربه که برای مقام عظما شاخ شده.
راستی سلام مادر، حالت چطوره؟ علیک سلام. از احوال پرسی شما، بچه‌ام بچه‌های قدیم. ایوا صورتت چی شده؟ آخه مامان بسیجیم دیگه، آو میزنن فک و فکمون میارن پایین. بابا تو همین تظاهرات اخیر اومدیم دانشجوها رو از ساختمون پرتش کنیم پایین، آقا دورمون کردن گرفتنمون از اون بالا ساختمون پرتمون کردن پایین. حالا برو خدا رو شکر کن من از طبقه اول پرت کردن. فرق هست بین طبقه اول و طبقه دهم. از طبقه دهم پرتت کنن صداش اینجوریه. یا اما اگر طبقه اول بندازنت میشه یا ناصر جان تو رو به ارواح خاک بابات قسمت میدم تن منو با این کارات نلرزون. ای مادر جان عزما داره تو این شرایط بندری میزنه. بابا هممون رو ویبریم، بعد تو من میگه نلرزون. حالا بیا بلرزون. به قول قدیمی ها من این موها رو تو آسیاب سفید نکردم. پسر گلم به خیالت نمیفهمم چند وقت تو حال خودت نیستی؟ شب و روزت عوض شده، اینه هم مرغ سرکنده شدی. ای مادر جان درسته ما یه بسیجی تو سری خور هستیم، ولی خب لااقل به جای مرغ سرکنده بگو خروس سرکنده، بعدش هم خروس پرکنده نه سرکنده. به مادر نس کردم اگه عزما از این داستان سالم بیاد بیرون، پای برهنه بدون کفش تنهایی بفرستمت کربلا.